مساجد استانبول. استانبول پایتخت فرهنگی کشور زیبای ترکیه است. سال هاست که با عنوان شهر مساجد شناخته می شود. صدها مسجد کوچک و بزرگ در این دیار ساخته اند که اغلب آنها به سبک معماری عثمانیان است. بازدید از مساجد استانبول و لذت بردن از معماری آنها همواره بخشی از برنامه سفر گردشگران را تشکیل می دهد. بی تردید با یک بار سفر چند روزه امکان بازدید از تمامی مسجدهای استانبول را نخواهید داشت. به همین خاطر بهتر است که پیش از سفر به استانبول با مسجدهای این شهر آشنا شوید تا بتوانید برای بازدید از مساجد مورد علاقه خود برنامه ریزی کنید. ما در اینجا چند مورد از مشهورترین مساجد موجود در پایتخت ترکیه را معرفی می‌کنیم و در آخر انتخاب را به شما عزیزان واگذار می‌کنیم. بیشک نامدارترین مسجد استانبول آیاصوفیه است، بنایی که در ابتدا به عنوان یک کلیسا ساخته شد، اما زمانی که عثمانیان به ترکیه وارد شدند آیاصوفیه را تغییر کاربری داده و به مسجد تبدیل کردند. حالا این مسجد یک موزه تمام عیار است که علاقه‌مندان می توانند با پرداخت 60 لیر از آن دیدن کنند. مسجد سلطان احمد. این مسجد با نام مسجد آبی شناخته می شود که از عبادتگاه های صاحب نام موجود در استانبول به شمار می رود. تاریخ ساخت مسجد آبی استانبول را بین سالهای 1609 تا 1616 میلادی می دانند. درست همان دورانی که سلطان احمد یکم بر تخت سلطنت عثمانیان نشسته بود. نکته ای که مسجد آبی را از سایر هم نظیرانش متمایز می کند چیزی نیست جز رنگ آبی که در کاشیکاری های دیوار داخلی بنا به چشم می خورد. همچنین در هنگام شب این عبادتگاه مزین می شود به لامپ های آبی رنگ که نورشان جلوه مسجد سلطان احمد را دوچندان می کند. مسجد سلیمانیه از دیگر نیایشگاه های مشهور شهر استانبول که سرگذشت سلطان سلیمان را به خوبی روایت می کند. هر گوشه ای از سلیمانی دیدنی است و داستان های جالبی را در ورای خود دارد و اگر با یک لیدر کاردان از آن بازدید کنید حتما شما را مجذوب خود خواهد کرد. در استانبول عبادتگاهی وجود دارد که آن را با نام مسجد جدید استانبول می شناسند. این مسجد آنطور که از نامش به نظر می رسد جدید نیست، بلکه قدمتش به سال 1665 میلادی باز می گردد. در گذشته به این مکان والد سلطان گفته می شد، اما بعدها نامش تغییر کرد. مسجد جدید استانبول دارای 66 گنبد است و معماری با شکوهی دارد. یکی دیگر از مساجد معروف شهر استانبول در منطقه فاتح واقع شده، منطقه‌ای که بسیاری از گردشگران به دلیل دسترسی خوبش به وسیله نقلیه عمومی در آن ساکن می شوند. مسجد فاتح طرفداران زیادی دارد و هنوز هم در زمان برپایی نماز بسیار شلوغ می شود. مسجد فاتح در اواخر قرن 18 تکمیل شد. به تازگی مسجد جدید در استانبول افتتاح شده که مسجد چامیلیجا نام دارد. این عبادتگاه بزرگترین مسجد شهر استانبول است و بحث و جدال‌های بسیاری برای ساخت آن صورت گرفت. حالا این مکان ظرفیت پذیرایی از 63,000 نمازگزار را دارد و آقای اردوغان از آن حمایت می کند. ناگفته نماند که افراد بسیاری با ساخت این مسجد مخالف بودند و حالا هم منتقدان آن را جایی برای هدر دادن سرمایه های ملی نامیدند. حالا که تا حدودی با مساجد شهر استانبول آشنا شدیم، مشتاق نظرات شما هستیم
لطفاً اگر از این مساجد دیدن کرده اید و یا قصد سفر به استانبول را دارید، دیدگاهتان را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. منتظر نظرات شما خوبان هستیم.